من عباده العلماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلقه وأفضل رسله وخاتم أنبيائه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بينندگان وشنوندگان بسیار محترم ومعزز، باز هم خرسند هستیم و الله متعال را سپاس گذاریم که توفیق ارائه و یا توفیق اشتراک در یک برنامه از برنامه های دینی و علمی را به ما نصیب کرد. در این برنامه امروزی انشاءالله امام مسلم رحمت الله علیه را با کتابشان صحیح مسلم به معرفی میگریم. دی شکی نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح فرمودن اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، زمانی که انسان و بنی آدم وفات کنه اعمال و عمل کردهایش و یا آنچه که عمل میکرد در زندگیش و قطع میشه، به این معنا که دوباره عمل و انجام دادن و اعمال به پایان میرسه، چون زندگی به پایان میرسه. اما سه عمل طوری است که بعد از مرگ هم ثواب و اعمال به او انسان و به او شخص میرسه. از جمله او سه عمل، یکش پیامبر صلی الله علیه وسلم از اولاد صالح نام بردن که از انسان اولاد صالح مانده باشه و ای به نقش قدم و یا در نقش قدم پدرش حرکت کنه و در حق پدرش دعای خیر کنه، ثواب ازی به پدر میرسه و ثوابش جاری و ساری هست. و عمل دوم او علم ينتفع به، علمی که از او نفع برده شوه، علم نافع و سودمند. شکی نیست بزرگترین علم بعد از علم تفسیر قرآن عظیم الشان علم حدیث و یا علوم حدیث هست. امام بخاری رحمت الله علیه شاگردای زیادی را تقدیم جامعه کردند که در رأس اونها امام مسلم ابن الحجاج قشیری قرار داره که علمی که از استادش امام بخاری فرا گرفت، روایاتی را که از او فرا گرفت، اون امور روایات در خدمت اسلام و مسلمین قرار داد و به شکل کتاب، شکل یک کتاب زیر عنوان صحیح مسلم روایات خود جمع کرد و تقدیم مسلمان ها کرد. و عمل سوم پیامبر صلی الله علیه وسلم از صدقه نام بردن، صدقه جاریه، با امیدی از این که برنامه های ما هم به عنوان یک صدقه جاریه مقبول و منظور پروردگار قرار بگیره، همچو برنامه ها را به لطف و یاری خداوند و به همکاری دوستا ما در دست میگیریم و فعلا هم در دست داریم. امید است که الله تعالی از این برنامه ها جوانای مسلمان و کافه مسلمین بهره مند بسازند.
میاییم به معرفی امام مسلم ابن حجاج قشیری. اگر ما کتاب‌های رجال و یا کتاب‌هایی که در سیرت علما و سوانی زندگی علما نوشته شده، تذکره نویسا و یا سیرت نگارا و یا یک تعداد علما زیر عنوان اعلام المسلمین تألیفات دارند و یک تعداد علما زیر عنوان مشاهیر و اعلام المسلمین تألیفات دارند، در تمام کتاب‌ها که ما اولین کلمات و جملاتی که در مورد امام مسلم با او کلمات روبرو می شویم، اونمو اوصاف بسیار برجسته و القاب علمی بسیار معتبری هست که علما نثار همچو علما و تاریخ نویس ها نثار همچو امامان کردن. از جمله در مورد امام مسلم سب می نویسند، اگر ما سیر اعلام امام ذهبی را بگیریم، تذکرة الحفاظ امام ذهبی را بگیریم و یا تهذیب الکمال حافظ مزی را باز کنیم و یا تهذیب و تهذیب حافظ ابن حجر عسقلانی را ورق بزنیم، در همه از اینا می بینیم که در مورد امام مسلم امثال ای القابه، ای القاب یا امثال ای القابه لقب‌های علمی بسیار برجسته و بلند در مورد امام مسلم و امثال امام مسلم به کار می‌برند. به طور مثال در مورد امام مسلم میگن هو الامام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق، یعنی امام مسلم شخصیتش علمش میشه از این القاب. امروز مثلا ما در ساحات علمی لقب‌های علمی داریم، اصطلاحات علمی داریم، به نام اصطلاحات علمی و یا اکادمیک محقق میگن، سر محقق میگن و دکتر میگن، پروفیسور میگن، یا رتبه‌های علمی هست، پوهندوی و پوهنوال و پوهاند و امثال ازی، یا ای استاد مساعد، استاد مشارک، استاد کرسی. اصطلاحات اونو در عصر امروز با پیشرفت علوم و با تخصصی شدن علوم به کار برده میشه. ائمه حدیث و امامای برجسته حدیث هم برای کسایی که در مرتبه بسیار بلند علمی قرار داشتن و خدمات بسیار شایسته و ارزنده علمی داشتن و کسایی که حیات و زندگیشان وقف علم و علما، روایت و درایت، فقه و اصول فقه و سایر بخش های علوم دینی کردن، لقب های مناسبی را هم برای صاحبان و القاب یا برای امامایی که مستحق و شایسته ام القاب هستند به کار بردن. پس طوری که پیشتر گفتم در مورد امام مسلم سب میگن هو الامام، که مسلم امام هست، پیشوا پیشوا هست، امامم امام خرد و یا کدام امام ناشناخته شده نیست، بلکه الامام الکبیر، امام بسیار برجسته و بزرگوار. الحافظ که ای لقب حافظم از خود کده، در علوم حدیث و یا مصطلح الحدیث حافظ، حاکم، محدث، اینا القابی هستند و لقب های هستند که برای محدثین، کسی که اکثریت روایات حفظ میکنه و به حفظ خود میسپاره و به اکثریت روایات و یا تمام روایات آشنایی داشته باشه، اینه ای القاب علمی را برای ازو به کار میبرن و او شخص مستحقی القاب میدانن. حافظ المجود، حافظم حافظ بسیار پخته، مجود، مثلا ما قاری مجود داریم، یک کسی که قرآن بسیار با ترتیل و تجوید تلاوت بکنه، قواعد تجوید مراعات کنه، مجود میگن. و این مجود و جودت در حدیث هم استعمال میشه به معنای مجود، یعنی روایاتش روایاتی است که به حد پختگی رسیده و به شکل انتخاب احادیث و روایات را انتخاب کرده،
از راوی های بسیار ثقه انتخاب کرده و الفاظ را که انتخاب کرده یک روایت یا یک حدیث با الفاظ مختلف روایت شده، الفاظ را که انتخاب کرده الفاظی هم الفاظ بسیار دقیق و معیاری، اونو به معنای متقن هم می آید مجود که حافظ بسیار پخته. الحجت الصادق، حجت هم یکی از لقبی از القاب مربوط به علم حدیث هست، برای اون محدث به کار برده میشه که او ثقه باشه و عادل باشه، هم از عدالت برخوردار باشه، هم از ضبط برخوردار باشه، همچو امام و همچو عالم حجت میگن، ثقه میگن. الصادق به هر حال القابش بود، القاب علمی امام مسلم رحمه الله که علمای القاب به کار بردن و امام مسلم شایسته القاب دانستن، الامام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق. کنیه امام مسلم سب ابو الحسین هست و نامشان مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري. امام مسلم رحمه الله در شهر نیشابور سال 206 هجری قمری تولد میشن و طبیعی که نیشابور هم یک مرکزی از مراکز علمی و مراکز حدیث در اون وقت به شمار میرفت، طبیعی که محصل و یا متعلم و یا طالب العلم، هر طالب العلم در قدم اول کوشش میکنه روایات و احادیثی که در محیط خود از اساتید اونمو محیط کوشش میکنه و علم و روایات به دست بیاره. پس امام مسلم رحمه الله هم تا وقتی که به سن رحلت میرسه، یعنی سنی است که انسان میتونه سفر بکنه و سختی های سفر و صعوبات سفر و تکالیف سفر تحمل بکنه، وقتی که به او سن میرسه رحلت های علمی خدا و یا سفرهای علمی خدا آغاز میکنه. چنانچه در قدم اول به طرف حجاز میره، مکه و مدینه، مصر میره، شام میره، عراق میره و ای در نتیجه می سفرهای متعدد و در نتیجه استفاده از اساتید و مشایخ موجود در می مراکز، اونو بالاخره یکی از ائمه حدیث، یعنی یکی از امامان برجسته حدیث و یکی از حفاظ حدیث به شمار میره. امامای حدیث و تمام علمای عصر امام مسلم سب همه و همه با اتقان و پختگی و پیشقدمی امام مسلم اعتراف میکنن و اساتیدی که امام مسلم رحمه الله از اونا استفاده کرده و احادیث از اونا فرا گرفته میشه از بعضی اساتیدش نام بگیریم، از جمله امام اسحاق ابن راهوی و امام احمد ابن حنبل و امام سعید ابن منصور که کتابی هم داره به نام سنن، سنن سعید ابن منصور، از دیگرها و اینا اساتید مشهورشان هستند، اساتید مشهور امام مسلم هستند و کسایی که از امام مسلم روایت کرده، یعنی شاگردایش، اونو میشه از چند شاگرد مشهورش نام بگیریم که امام ترمذی، یکی از امامان ششگانه حدیث، امام ابو حاتم رازی که یکی از اساتید نقد و علم علل، و امام ابو بکر ابن خزیمه که صاحب صحیح ابن خزیمه، اینا از جمله شاگردای امام مسلم سی بودن. امام مسلم رحمه الله در موردشان می نویسن علما که کان اماما جلیلا مهابا، یک امام بسیار بزرگوار و با هیبت، صاحب هیبت بودن، غیورا علی سنت ذابا عنها، کسی بودن که بر سنت نبوی غیرت داشتن. سنت در اصطلاح متقدمین علمایی است که سنت
شامل بیشتر مسائل اعتقادی و عقیدوی میشه، یعنی در ارتباط عقاید صحیح و درست صاحب غیرت بودن، ذابن عنها از عقاید صحیح و درستی که توسط سنت ثابت شده و همچنان آیات، از او بسیار بسختی دفاع می کردن. و شاگردی امام بخاری، یکی از شاگردای بسیار چیره‌دست و شاگردای ممتاز امام بخاری سب به شمار می رفت و با امام بخاری سب مدتی زیادی را یک جا سپری کردن که در اصطلاح محدثین ملازمت گفته می شه. و به خاطر اینمی علاقه و ارتباط خاصی که با بخاری سب پیدا کرده بود، اونو با یک تعداد از امام مسلم سے فاصله گرفتن، طوری که در زندگی یا در معرفی امام بخاری گفته بودیم. و ای با بخاری سے با استادشان بسیار بسیار با ادب رفتار میکرد و امام بخاری سے بسیار احترام میکرد، طوری که روزی از روزها به امام بخاری سے خودش گفته بود: دعنی اقبل رجلک یا امام المحدثین، اجازه بتین که ما پای شما را ببوسم. یا امام المحدثین، در مورد بخاری سب که گفتیم لقبش امیر المؤمنین فی الحدیث یا امام محدثین، اونو امام مسلم سب میگه یا امام المحدثین دعنی اقبل رجلک و طبیب الحدیث و عللیه، ای استاد حدیث، متخصص حدیث، طبیب حدیث یعنی متخصص حدیث و متخصص علم علل حدیث، بگذارین که ما در پای شما بیفتم. و این دلالت برمو ادبشان و احترامشان با استادشان میکنم. بعد از این ثناء العلماء علیه و یا ستایش علماء از امام مسلم سب، در ارتباط امام بخاری سب هم گفته بودیم که تعریف و یا ستایش که علما از یک امام حدیث میکنن، این در حقیقت القاب بسیار رفیع و القاب برجسته علمی است که به اینا میتن و اونا را مناسب همی القاب میدانن. از جمله امامای ائمه و امامان علم در مورد امام مسلم سب میگه که یکی از استادایش به نام محمد ابن عبدالوهاب فراء است، میگه کان مسلم من علماء الناس و اوعیت العلم ما علمته الا خیرا. میگه امام مسلم واقعا از علما به شمار میرفت، یعنی عالم واقعی بود، چون ادعای علم و یا عالم بودن افراد زیاد میکردن، اما او میگه از علمای واقعی مردم امام مسلم از مو علما به شمار میرفت. و اوعیت العلم، و از ظرفهای علم بود، یعنی ذخایر علم، از ذخیره علمی بسیار بزرگی برخوردار بود. ما علمته الا خیرا، ما ایرا ندانستم مگر یک شخص بسیار نیکو، یک شخص بسیار خوب. و همچنان امامای دیگری هم امام مسلم مورد مدح و ستایش قرار میتن و ایرا بر ابو زرعه و بر ابو حاتم و بر دیگر امامای عصرش ایرا مقدم و یا در سر فهرست اونمو امامای حدیث ایرا شمار میکنن. مسلمه ابن قاسم کسی دیگه هست، او میگه ثقت جلیل القدر من الائمه، امام مسلم واقعا یک امام ثقه، یک امام جلیل القدر و بسیار بزرگوار و من الائمه، از جمله اماما به شمار می رفت. امام نووی سب که شرح داره بر صحیح مسلم، نووی سب میگن اجمعوا على جلالته و امامته، یعنی ضرورت نیست که ما به شکل انفرادی نظر علما را و یا ستایش و مدح علما را در مورد امام مسلم یک یک پیش کنیم، ضرورت نیست، موضوع اجماعی هست، اتفاقی هست. نووی سب میگه اجمعو علی جلالته و امامته، تمام علما بر
جلالت و بزرگواری و برجستگی امام مسلم سب و همچنان بر امامت و پیشوا بودنشان و علو و مرتبته و بر مرتبه و مقام بسیار عالی و بلند آنها و حذقه فی صنعه و همچنان در مهارتشان در تخصصشان که در علم حدیث از مهارت و تخصص بسیار برجسته‌ای برخوردار بودند و تقدمه فیها و همچنان در مقدم بودن اونها یعنی امام مسلم در علمی حدیث شناسی و یا تخصص حدیث همه اتفاق کردند اجمعوا على جلالته و امامته و علو مرتبته و حذقه في الصنعة و تقدمه فيها. امام مسلم رحمه الله بعد از اینکه با لقب یا به اصطلاح به امامی به عنوان یکی از امام حدیث شناخته میشه و شاگردای بسیار برجسته‌ای را هم تربیه میکنه، اونو تألیفاتی هم از امام مسلم مانده، بلکه شهرتی بیشتر امام مسلم در نتیجه اونمو تألیفات شده. از جمله کتاب هایی که امام مسلم سب تألیف کردن و او چاپ هم شده، یعنی مؤلفات مطبوعشان، و در سر فهرست مؤلفات مطبوعشان صحیح مسلم قرار داره و بعد از او باز التمییز که کتاب خرد هست در ارتباط علل احادیث هست، این کتاب دومشان است که تألیف کردن و چاپ هم شده. کتاب سومشان که چاپ شده و هم در ارتباط الکنا و الاسما، یعنی کنیت راوی ها و نام های راوی ها و معرفی راوی ها، المنفردات و الوحدان، این کتاب چهارمشان است که چهار کتابشان تألیف شده و کتاب های دیگه هم به امام مسلم سب نسبت شده و در کتاب ها از نام های و کتاب ها نام گرفته شده، اما با تأسف مفقود الاثر هستی کتاب ها، یعنی نامشان هست ولی نشانشان نیست. از جمله کتاب های مفقود امام مسلم سب طبقات تابعین و رجال عروه ابن زبیر، اولاد صحابه، الإخوة والأخوات، الأقران، أوهام المحدثين، مشايخ مالك، مشايخ الثوري، مشايخ شعبة، إن هي كتاب ويشان اسم. بعد زمير سنباء وفاة إمام مسلم رحمه الله، إمام مسلم رحمة الله عليه بعد ذلك در نيشابور وطن آبائشان بعد ذلك حلقات علمي بزرگ را دائر میکنند و صدها و هزارها طلبه علم و طلبه حدیث به خاطر شنیدن و فرا گرفتن احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم نزدشان میان که از جمله مشهورترین آنها اونمو امام ابو عیسی ترمیزی هست، یحیی ابن صاعد هست، ابن خزیمه هست، ابو بکر محمد ابن نضر جارودی هست و دیگران. اونو از یک طرف در تربیه و در روایت احادیث ها مصروف هستن و برنامه های حلقات درسی را پیش میبرن، اونو از طرف دیگه وقتی باقی مانده و یا وقتی اضافی شانه صرف تألیف و تصنیف میکنن، تا جایی که امو شبی که امام مسلم سی وفات میکردن میگن اونمو شب در تحقیق یک مسئله که دان مسئله پیدا شده بود مصروف مذاکره و تحقیق اونمو مسئله علمی بود، تمام شب خود از اول تا آخر مصروف تحقیق اونمو مسئله کردن و تا هنوز در مورد اون مسئله تحقیقشان تمام نیافته بود که در به تاریخ 25 رجب 261 هجری که مصادف میشه با 6 می 875 میلادی، در 55 سالگی داعی عجل را لبیک میگن و روز دوشنبه در مقبره و یا قبرستان نصرآباد که یکی از محلات مربوط به شهر نیشابور اونجا دفن میشوند و بالاخره اونو امام مسلم سب خودشان وفات مییابند
اما علمشان و اثرشان و آثارشان و نامشان زنده میمانه. اونو دلیل زنده ماندن نامشان اینمی کتابهایی که تالیف کردن، آثاری که از اونها مانده، شاگردایی که تربیه کردن، اینا همه و همه تا به قیام قیامت انشاءالله شاهد و گواه بر اعمال نیک اونها خواهد بود. بعد از این میایم به معرفی صحیح مسلم. امام مسلم سب طوری که پیشتر نام گرفتیم کتابهای متعددی را تالیف کردن، اما الله تعالی و شهرتی را یا او قبولیتی را که بر صحیح مسلم میسر نمود، این شهرت و یا ای قبولیت نصیب کتابای دیگرشان نشد. شاید علتشی بود که موضوع صحیح مسلم که عبارت از جمع‌آوری احادیث صحیح بود و تقدیم نمودن یک مجموعه از احادیث صحیح بر امت، چون موضوعش مهم بود، اونو ای صحیح مسلم هیچ کشور اسلامی و یا هیچ مدرسه و مرکز دینی شاید نباشه که اونجا صحیح مسلم نباشه و از صحیح مسلم نام برده نشه. اونو امام مسلم سب صحیح مسلم در ظرف 15 سال تالیف میکنه و تقریبا با اونمو شیوهی که امام بخاری صحیح بخاری خود تالیف کرده بود، امام مسلم سب هم از شیوه از او تقلید و یا باش از شیوه از او الهام میگره و طبق شیوه از او احادیث و یا کتابش تالیف میکنه. اونو شیوهش ایست که میخواهد تنها و تنها فقط و فقط احادیث صحیح در هر باب و در هر موضوع باید احادیث صحیح گنجانده شود. طوری که امام مسلم سب یک مقدمه هم داره در آغاز صحیح مسلم به نام مقدمه صحیح مسلم. این جزء صحیح مسلم نیست، اما مقدمه صحیح مسلم هست. در او سبب و انگیزه تالیف خود ذکر میکنه که اونو خلاصه اونمو انگیزهش ایست میگه مدیدم یک تعداد کسارا، خصوصا یک تعداد واعظین یا یک تعداد قصاص و قصه گوها که میخواهن مردم مصروف بسازن، طوری که امروز ما میبینیم یک تعداد مردم به خاطر از اینکه مردم مصروف بسازن و به دولت و سیاست و این چیزا سر و کار نداشته باشن، اونو مصروف برنامه های تفریحی و یا بازی که اینا مصروف شوند و وقت پیدا نکنن که بیاموزن و یا ای که به اصطلاح درد سر برای کسی جور شوند، اینها بیشتر ما میبینیم که اینمی مقابله های به اصطلاح بازی هست، این چیزا هست بیشتر در کشورهای اسلامی با تأسف و یا کشورهای عربی. مثلا میگن اسرائیل با همی چیزش ایتو کلب یا به اصطلاح تیمایی که تیمی فوتبال و تیمی ای و تیمایی که در چیزا اشتراک کنه همچون تیما را نداره، چون او وقت نداره برای از این که مردم به این چیز او اونو هدفش اونمو تقویه پایه های خود هست و هدفش ایست که جوانایش و یا مردمش بیاموزن. اونو با تأسف در کشورهای اسلامی ما میبینیم بیشتر جوانا را توجهش به طرف کلب ها و به طرف تیم و تیم بازی و برای ساختن جسم، توجه همه بیشتر به طرف ساختن جسم است که اندام چطور بسازی و چی تو تیم های مختلف داشته باشی و اینا برن مسابقه بودن و یا در مسابقه سهم بگیرن. با تأسف این یک به اصطلاح پیشرفت نیست و این یک تعداد پیشرفت میگن، اما در حقیقت این عقب مانی هست. اونو امام مسلم رحمه الله گپ اینجا بود که امام مسلم رحمه الله در مقدمه صحیح مسلم انگیزه تالیفش میگه که چون یک تعداد کسا به خاطر مصروف ساختن مردم قصه ها و افسانه های را می ساختن و می خواندن و مردم را به خود متوجه می ساختن، دیگه اینمی قصه ها یک تعدادش شاید صحیح نبوده باشه، از صحت برخوردار نبوده باشه. و او طرف پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماین الدین و النصیحه، دین خود نصیحت و خیرخواهی است. و امام مسلم به عنوان یک امام برجسته حدیث، یک امام که احساس مسئولیت میکنه، اونو میخواهد در اختیار مردم
باید احادیث صحیح گذاشته شود. و در احادیث صحیح طوری که عبادات هست، احکام هست، عقاید هست، قصص و امثال هم هست، قصه هاست، مثال هاست. اونو به هر حال امام مسلم رحمه الله در ظرف 15 سال کتاب خدا صحیح مسلم خدا تألیف میکنه و از شیوه استادش تقلید میکنه که تنها احادیث کوشش میکنه احادیث صحیح را جا به جا بکنه. و خصوصیت شکی نیست که هر کتاب از خود خصوصیت های خاص خود داره، ویژگی های خاص خود داره. از جمله خصوصیات صحیح مسلم که علما ای را مورد تحسین قرار دادن ایست که حدیث های مربوط به هر باب و هر موضوع را در امو یک جا و در امو باب مشخص میاره، ایتو نمی کنه که یک حدیث چند جا بیاره و یا یک حدیث دراز پارچه پارچه کنه و بخش در جاهای مختلف بخش های مختلف حدیث بیاره، ایتو نمی کنه، بلکه بخاطر ای که متن حدیث اونمو متن کاملتر و تمامتر از را انتخاب میکنه و با تمام طرق آسانی دوش در یک جا ذکر میکنه و او جایم جایی است که مناسب هست، مناسب اونمو حدیث از حدیث اونو به ای اساس اونو میگن از لحاظ ترتیب و از لحاظ شیوه میگن صحیح مسلم نسبت به صحیح بخاری بهتر و راجحتر هست. از لحاظ اگر نکات فقهی و یا فواید دقیق علمی صحیح بخاری بر صحیح مسلم ارجحیت داشته باشه، اما از لحاظ به اصطلاح از لحاظ تکنیک و یا از لحاظ ساختار که بعد از لحاظ ترتیب و شیوه اونو صحیح مسلم علما بر صحیح بخاری ترجیح میتن. خب به هر حال اونو امام مسلم رحمه الله ای کتاب خدا تألیف میکنه و ایره تقسیم به صحیح مسلم و کتب و هر کتاب بر بابها، اونو تعداد مجموعی کتب صحیح مسلم یعنی کتاب هایی که در صحیح مسلم هست به نام کتاب العنوان به عنوان کتاب الایمان یا کتاب الصلاه و دیگه و دیگه، تعداد مجموعی اونها به 54 کتاب میرسه که اولش کتاب الایمان هست و آخرش کتاب التفسیر هست. و تعداد مجموعی احادیث صحیح مسلم بدون تکرار 4000 حدیث است. اگر با تکرار حساب کنیم اونو 7275 حدیث میشه. صحیح مسلم در نتیجه اهمیتی که داشت اونو علما هم طوری که به شرح و توضیح صحیح بخاری پرداختن اینمی تو به شرح و توضیح صحیح مسلم هم پرداختن. از جمله شرح هایی که بر صحیح مسلم نوشته شده طوری که پیشتر نام گرفتیم، المنهاج فی شرح الجامع الصحیح للحسین بن الحجاج که تألیف امام نووی هست. امام نووی صاحب ریاض الصالحین، صاحب المجموع، صاحب الاذکار که یک چهره و چهره شناخته شده هستند، از علمای قرن 7 هجری 676 هجری وفاتشان است. اون امام نووی یک شرح خوب و شرح مناسب را بر بالای صحیح مسلم نوشته میکنن و این شرح یک شرح متوسط هست که شرحهایی که پیش از اینا نوشته شده مثلا قاضی عیاض نوشته کده، قرطبی نوشته کده، مازری نوشته کده، المعلم و اکمال المعلم، مکمل و اکمال المعلم، عبی نوشته کده، سنوسی نوشته کده، کسایی که پیش از نووی صاحب شرحهایی را که بر بالای صحیح مسلم نوشته کدن نووی صاحب از اونا استفاده کده و نمو نکات مفید و مهم و نمو شرحها را در شرح خود به اصطلاح جا بجا کرده. یک شرح متوسط هست و در عین زمان از مشهورترین شرحهای صحیح مسلم به شمار میره. شرح دیگهی که بر بالای صحیح مسلم نوشته شده است طوری که پیشتر اشاره شد المعلم هست، المعلم بفوائد کتاب صحیح مسلم و این شرح توسط ابو عبدالله محمد ابن علی مازری نوشته شده که یکی از علمای مالکیه هست و این از علمای قرن 6 هجری 536 هجری قمری وفاتشان است. و شرح سوم اکمال المعلم، یعنی مازری سب تا یک جای رسیدن باز وفات کردن، کتاب تکمیل نشد، اونو قاضی سب عیاض می آیا معلمه
تکمیل میکنه. نام شرحش میمانه اکمال المعلم فی شرح صحیح مسلم، ای توسط قاضی عیاض تألیف شده. قاضی عیاض هم یک چهره بسیار شناخته شده علمی هست و از علمای مغرب هست، مغرب زمین، و مالکی مذهب است. شرح دیگه ای که بر بالای صحیح مسلم نوشته شده المفهم است. المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، و ای توسط ابو العباس احمد ابن عمر ابن ابراهیم قرطبی از علمای قرن هفت است، سال 611 هجری قمری وفات کرده. و شرح دیگه ای که بر بالای صحیح مسلم نوشته شده به نام الدیباج هست. الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج که توسط امام سیوطی سیب، یک امام مشهور قرن ده است که 911 وفاتشان است، صاحب تفسیر جلالین جلال الدین سیوطی، اونو به نام دیباج شرح نوشته میکنم. و ذکر شیخ الاسلام زکریای انصاری از علمای قرن ده، 926 وفات، اینا هم شرح نوشته میکنن. و شیخ ملا علی القاری که یکی از علمای مشهور احناف هستن که از علمای قرن یازده، اینا هم چار مجلد یک شرح بالای صحیح مسلم نوشته میکنن. اینی بود شروحاتی که یا شرحهایی که بر بالای صحیح مسلم توسط علمای مشهور و برجسته تألیف کردید. در پایان در ارتباط صحیحین باید یک نکته عرض شود، و ایست که امت و اجماع امت، یعنی علمای امت همه و همه به هر مذهبی که بودند و یا از هر مذهبی که پیروی میکردند، علمای امت بر صحت یمی دو کتاب اتفاق دارن. بر صحت دو کتاب، یکی از امتیازات بسیار برجسته ای که نصیب این دو شخص و این دو کتاب شده اونمو قبولیت هست. مثل که امام ابن صلاح میگه تلقته الامت بالقبول، امت این دو کتاب به عنوان دو کتاب صحیح قبول کردن. اون نکته ای که من میخواستم عرض بکنم و ایست که با تأسف دیده میشه گاگای یک حدیث، میگم این حدیث در صحیح بخاری صحیح مسلم است، یک تعداد کسا که این حدیث مطابق میلشان نمی باشه یا مطابق رأی و نظری که دارن نمی باشه، بسیار با جرأت، و این جرأت نیست بلکه با تأسف، بسیار با بیباکی اونو این کتاب و این حدیث نادیده میگیرن. اون شاه ولی لاسب در حجت الله البالغه نوشته میکنه، میگه اما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على ان جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع. تمام محدثين اتفاق دارن بهي كه تمام احاديث كي دو كتاب هست، يعني صحيح مسلم وصحيح بخاري، ولي بشرط كي متصل ومرفوع باشه. قطعا وصحيح، قطعا ميگه صحيح، متصل ومرفوع باشه. اگر متصل نبود صحیح گفته نمیتونیم، مرفوع نبود احتمال داره صحیح باشه نباشه، ولی اگر حدیث متصل و مرفوع باشه میگه صحیح بالقطع، قطعا صحیح، و انهما متواتران الى مصنفیهما، همی دو کتاب نسبت دو کتاب به طرف صاحبایش با تواتر ثابت شده که صحیح بخاری از امام بخاری است و صحیح مسلم از امام مسلم است. در آخر باز میگم و انه، تمام محدثین به یم اتفاق دارن، و انه کل ممن یهون امرهما، یا کل من یهون امرهما، هر کسی که در مورد دو کتاب به اصطلاح از سهلنگاری کار میگیره، یعنی میخواه که جایگاهی دو کتاب پایین نشان بده، میگه فهو مبتدع متبع غیر سبیل المؤمنین، ای با تأسف مبتدع است، رای بدعت در پیش گرفته، رای خلاف در پیش گرفته و ای برای مسلمان ها نرفته. میگه متبع غیر سبیل المؤمنین، ای گپ امام شاه ولی الله صاحب است و این شخصیت خرد نبود. در حجت الله البالغه در مورد این دو کتاب ای گپی که بسیار مهم هست و باید با آب طلا نوشته شود، اون دو کتاب و ای گپ گفتن که احادیث صحیح مرفوع متصلی که در دو کتاب باشه قطعا صحیح، و نسبت دو کتاب به صاحبایش به بخاری و مسلم هم با تواتر ثابت شده، و کسی که اگر ایره نپذیره و قبول نکنه گفته و مبتدع هست و راه مسلمان ها را تعقیب نکرده. دعا میکنیم الله تعالی تمام علما را
توفیق نصیب کنه. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور.